يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. به شما عذر می کنند هنگامی که به سوی شان بازگردید بگو عذر مخواهید هرگز سخن شما را باور نمی کنم حقا که خدا ما را از احوال واقعی شما آگاه ساخت و به زودی اعمال شما را خدا و رسول او می بینند بعد از آن به سوی ذات دانای پنهان و آشکار بازگردانیده می شوید پس شما را به آنچه می کردید آگاه می سازد سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون چون به نزد ایشان باز می گردید برای شما به خدا سوگند می خورند تا از ایشان اعراض یعنی صرف نظر کنید پس از ایشان اعراض کنید بیگمان ایشان پلیدند و جایشان دوزخ است جزای آنچه می کردند یحلفون لکم لترضوا عنهم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ با شما سوگند می خورند تا از ایشان خوشنود شوید پس اگر شما از ایشان خوشنود هم شوید خداوند هرگز از مردم فاسق خوشنود نمی شود الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم بدینشینان در کفر و منافقت شدیدترند و سزاوار به اینکه احکام را که خدا به پیامبرش نازل کرده ندانند خداوند دانا و با حکمت است و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما و یتربص بكم الدوائر عليهم والله سميع عليم بعضی از بادنشینان کسانی اند که آنچه را مصرف می کنند یعنی زکات می دهند تاوانی می پندارند و بر شما گردش روزگار را انتظار می کشند بر ایشان سختی روزگار باد و خداوند شنوا و داناست ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته این الله غفور رحیم و از بادینشینان کسی هست که به خدا و روز آخرت ایمان می آورد و آنچه را به حیث زکات می پردازد مایه تقرب به خدا و دعاهای پیامبر می داند هان بیگمان این چیزها ایشان را مایه تقرب به خداست به زودی خداوند ایشان را به رحمت خود داخل می گرداند حقا که خداوند آمرزگاری مهربان است والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها
أبدا ذلك الفوز العظيم. پیشاهنگان نخستین اسلام از مهاجران و انصار و کسانی که ایشان را به نیکی پیروی کردند، خداوند از ایشان خوشنود گردید و ایشان نیز از خداوند خوشنود شدند. برایشان بهشتهای را آماده کرده است که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد، در آنجا جاودانه و سر می برند. این است رستگاری بزرگ. و ممن حولکم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. بعضی از بادیه‌نشینانی که گرداگرد شمایند منافقند و همچنان از اهل مدینه گروهی هستند که به نفاق عادت کرده اند. تو ایشان را نمی شناسی، ما ایشان را می شناسیم. به زودی ایشان را دوبار عذاب می کنیم و سپس ایشان به عذاب بزرگ بازگردانیده می شوند. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. و گروه دیگر با گناهان خیش اعتراف کردند. ایشان عمل نیکو را با عمل دیگری که نیکوهیده است درآمیختند. زود است خداوند توبه ایشان را بپذیرد. حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صلی علیهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. از اموال ایشان صدقه یعنی زکات بگیر تا ایشان را با آن صدقه پاک سازی و برکت دهی. به ایشان دعا کن، حقا که دعای تو برای ایشان مایه آرامش است و خداوند شنوا و داناست. الم یعلم عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. آیا نمی دانند که بیگمان خداوند هم اوست که توبه را از بندگان خود قبول می کند و صدقات را می پذیرد و بیگمان خداوند توبه پذیر و مهربان است. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. و بگو عمل کنید، به زودی خداوند پیامبر او و مؤمنان عمل شما را می بیند و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده می شوید. سپس شما را به آنچه کرده اید آگاه می سازد. و آخرون مرجون لأمر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم والله علیم حکیم. گروه دیگر قبول توبه ایشان به حکم خدا معطل گردیده است، یا ایشان را عذاب می کند یا توبه ایشان را می پذیرد و خداوند دانا و با حکمت است. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون.
و کسانی که مسجدی برای ضرر و تقویت کفر و نفاق افغانی بین مسلمانان گرفتند و کمینگاهی برای کسی که با خدا و پیامبرش از پیش جنگیده است، بیگمان سوگند می خورند که جز خیر اراده نداشتیم و خدا گواهی می دهد بر این که واقعا ایشان دروغگویند. لا تقوم فیه ابدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. برای نماز هرگز در آنجا استاده مشو. واقعا مسجدی که از روز نخست اساس آن بر پرهیزگاری نهاده شده است سزاوارتر است که در آن به نماز استاده شید. در آن مردان اند که دوست دارند تا خوب پاک شوند و خداوند پاکیزه کنندگان را دوست می دارد. افمن اسس بنیانه على تقوى من الله و رضوان خیر أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا کسی که بنیان عمارت خود را بر ترس از خدا و خوشنودی او نهاده بهتر است یا کسی که بنیان آن را بر کناره زمین سل برده ای که با شرف افتادن باشد نهاده است؟ پس با آن در آتش جهنم فرو ریزند و خداوند گروه ستمگاران را رهیاب نمی سازد. لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم. عمارتی که ساخته اند همیشه مایه اضطرار دلهایشان است تا هنگامی که دلهایشان پاره پاره شود و خداوند دانا و با حکمت است. این الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بیگمان خداوند از مسلمانان جان و مالشان را در برابر بهشتی که به آنها می دهد خریده است. ایشان در راه خدا می جنگند پس می کشند و کشته می شوند. این وعده حقی است بر خداوند در تورات، انجیل و قرآن. و چی کسی نسبت به خدا به عهد خیش وفادار تر است؟ پس به داد و ستودی که به آن معامله کرده اید خوش باشی و این از تومان رستگاری بزرگ. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. توبه کنندگان، عبادتگران، سناگویان، سیاحت کنندگان در راه خدا، رکوع کنندگان، سجده کنندگان، امر کنندگان با کار پسندیده و نهی کنندگان از کار ناپسند، نگه دارندگان حدود خدا، همین های مسلمانان واقعی و به این مسلمانان مژده بده. ما کان للنبی والذین آمنوا استغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد
بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. برای پیامبر و مسلمانان سزاوار نیست که برای مشرکان اگرچه خویشاوندانشان هم باشند آمرزش بخواهند بعد از آن که برایشان روشن شود که ایشان اهل دوزخند. و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدت وعدها ایاه فلما تبین له إن إبراهيم لأواه حليم. و آمرزش خواهی ابراهیم برای پدرش صورت نگرفت مگر به اساس وعده‌ای که با او کرده بود چون به ابراهیم روشن شد که پدرش دشمن خداست از او بیزاری جست حقاً که ابراهیم بسیار نرم دل و بردبار بود. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. چنان نبوده که خداوند قومی را گمراه سازد بعد از آنکه آن را رهیاب گردانیده است مگر آنکه و ایشان چیزی را که باید از آن پرهیز کنند بیان کند حقاً که خداوند به همه چیز داناست. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. حقاً که پادشاهی آسمانها و زمین از آن خداوند است او زنده می گرداند و می میراند و برای شما جز خدا هیچ کارساز و مددگاری نیست. لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعت العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. بیگمان خداوند رحمت خیش را شامل حال پیامبر، مهاجرین و انصار که در لحظات دشوار غزوه تبوک از پیامبر پیروی کردن نمود بعد از اینکه نزدیک بود دلهای عده از ایشان منحرف شود سپس ایشان را شامل رحمت خیش ساخت بیگمان او به ایشان رؤوف و مهربان است. و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت و ضاقت عليهم انفسهم و ظنوا الا ملجأ من الله الا وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ونیز برای سه نفری که در قبول توبه به عقب گذاشته شده بودند تا اینکه زمین با فراخی آن بر ایشان تنگ شد و وجود خودشان بر آنها گرانی می کرد و یقین داشتند که از خدا هیچ پناهگاهی جز به سوی او تعالی و تقدس نیست بعد از آن خداوند توبه ایشان را پذیرفت تا به خدا بازگردند حقاً که خداوند هم اوست و پذیر و مهربان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أي مؤمنون از خدا بترسید و با صادقان باشید. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغب
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. برای مردم مدینه و بادیه‌نشینانی که در محول اوشان قرار دارند، شایسته نبود که از اشتراک در غزوات با پیامبر خدا تخلف ورزند و نه اینکه به زندگی خود بیشتر از زندگی پیامبر رغبت ورزند. این سببی است که به ایشان هیچ تشنگی و هیچ رنجی و هیچ گرسنگی در راه خدا نمی رسد و به هیچ موضع قدم نمی گذارند که کافران را به خشم آرد و هیچ ضربه ای را از دشمن نمی خورند مگر آنکه به سبب آن به ایشان عمل نیکی نوشته می شود. حقاک خداوند مزد نیکوکاران را ضایع نمی سازد. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. و نه چیزی را خرج می کنند، خواه کوچک باشد یا بزرگ، و نه هم دره‌ای را می پیمایند مگر اینکه برای ایشان نوشته می شود تا خداوند به ایشان در برابر عملشان بهترین پاداش بدهد. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. و شایسته نیست برای مؤمنان که همه یک جایی به کارزار یا طلب علم بیرون شوند، پس چرا از هر جنیت گروهی از ایشان بیرون نشوند تا در امور دینی دانایی حاصل کنند و قوم خیش را از ارتکاب اعمال ناشایسته بیم دهند در هنگامی که سوی ایشان باز می گردند تا باشد که ایشان بترسند. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة واعلموا ان الله مع المتقین. ای مؤمنان، با کافرانی که نزدیک شما اند جنگ کنید و باید آنها در شما شدت و خشونت احساس کنند و بدانید که بیگمان خداوند با پرهیزگاران است. و اذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. و چون سوره نزول یابد، بعضی از ایشان به دیگر میگویند این سوره به ایمان کدام یکی از شما افزوده است؟ پس به ایمان کسانی افزوده است که ایمان آورده اند و ایشان خوشحال می شوند. و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم و ماتوا و هم کافرون. ولی آنانی که در دلهایشان مرض است، نزول سوره شک را بر شکشان افزوده است و ایشان در حال کفر مردند. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتا او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. آیا ایشان نمی بینند که در هر سال یک یا دو بار آزموده می شوند
ولی با این هم توبت نمی کنند و نه پند می گیرند؟ و اذا ما انزلت سورت نظر بعضهم الى بعض هل یراکم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. و چون سوره نزول یابد یکی به سوی دیگری دیده میگویند آیا کسی از مسلمانان شما را میبیند؟ سپس باز میگردند. خداوند دلهایشان را از روشنایی باز داشته به سبب اینکه ایشان مردمی اند که نمیفهمند. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بگمان از خود شما به شما پیامبر آمده است، رنج های شما بر او سخت است، به خیر شما حریص است و بر مؤمنان رؤوف و رحیم است. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پس اگر رو بگردانند بگو خداوند مرا بسنده است، جز او معبودی نیست، بر او توکل کردم و اوست پروردگار عرش عظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. الف لام را این آیات کتاب با حکمت است. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. آیا برای مردم اعجاب انگیز است که به مردی از ایشان وحی فرستادی که مردم را از عاقبت اعمال ناشایسته ایشان بیم بده و به مسلمانان مژده بده که ایشان در حضور پروردگار خیش مقام ارجمندی دارند؟ کافران گویند این واقعا جادوگری آشکار است. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. بیگمان پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید و آنگاه بر عرش مستولی شد، تدبیر کار جهان را می کند. هیچ شفاعتگری نیست مگر بعد از اجازه او. این است خداوند پروردگار شما، پس او را پرستش کنید. آیا پند نمی گیرید؟ الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدا الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بازگشت همه شما به سوی اوست، وعده خداوند حق است،
بیگمان اوست که آفرینش را آغاز می کند و سپس آن را تکرار می کند تا کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و انصاف پاداش دهد و کسانی که کافر شدند برایشان آشامیدنی است از آب سوزان و عذاب دردناک و سبب این که کافر گردیدند. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. اوست که آفتاب را درخشان گردانید و ماه را تابان ساخت و برای آن مراحل را قرار داد تا تعداد سالها و شمار وقت را بدانید. خداوند اینها را نیافرید مگر به حق. آیات خیش را به گروهی که می دانند تفصیل وار بیان می کند. این فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. بیگمان در اختلاف شب و روز و در چیزهایی که خداوند در آسمانها و زمین آفریده است نشانه هایی است برای کسانی که می ترسند. این الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیاة الدنیا و اطمئنوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون. آنهایی که امید ملاقات ما را ندارند و به زندگی دنیوی خوشنود گشته و به آن آرامش یافته اند و آنهایی که از نشانه های ما غافلند. اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. همانها اند که جایشان دوزخ است به سبب آنچه می اندوختند. الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند آنها را پروردگارشان به سبب ایمانشان هدایت می کند. از زیر قصرهای آنها نهرها در باغستانهای سرشار از نعمت جریان دارد. دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. دعایشان در آنجا پاکی تو راست بار خدایا می باشد و تحیت یعنی خوش آمدیدشان سلام است و نهایت دعای ایشان آن است که ستایش مر خدای راست پروردگار عالمیان. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. اگر خداوند به مردم شر را زود میرساند همچنان که ایشان به دریافت خیر شتاب می‌ورزند بیگمان اجلشان به ایشان به سر رسانده می‌شد. پس کسانی را که امیدوار به ملاقات ما نیستند در سرکشی ایشان سرگردان می‌گذارند. و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما کشفنا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. چون انسان را مهنتی رسد ما را در حالی که به پهلوی خود دراز کشیده است یا نشسته
یا استاده است می خواند. ولی همین که مهنتش را از او برطرف کنیم برای خود می رود، به گونه ای که گویا هرگز ما را برای برطرف کردن مهنتی که به او رسیده نخوانده است. این چنین برای مردم مصرف عمل کردشان نیکو جلوه داده شده است. ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. و بیگمان نسل‌های پیش از شما را چون ظلم کردند هلاک ساختیم، و در حالی که پیامبرانشان نشانه‌های روشنی را به ایشان آوردند ولی ایشان حاضر نبودند که ایمان آرند، این چنین مردم گناهکار را مجازات می‌کنیم. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. سپس شما را در روی زمین بعد از ایشان جانشین گردانیدیم تا ببینیم چگونه عمل میکنید. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر هذا او بدل قل ما یکون لی أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. و چون آیات روشن ما و ایشان خوانده می شود، آنهایی که به ملاقات ما امیدی ندارند گویند برای ما قرآن غیر از این بیاور یا این را تغییر بده. بگو من این صلاحیت را ندارم که آن را از پیش خود تغییر بدهم، من همان چیز را پیروی می کنم که برایم وحی شده است. بگمان اگر پروردگارم را نفرمانی کنم از عذاب روز بزرگ می ترسم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. بگو اگر خداوند اراده می کرد آن را برای شما نمی خواندم و نه هم خداوند شما را به آن آگاه می گردانید. من در میان شما پیش از این نیز عمری را سپری کردم، پس آیا شما در نمی یابید؟ فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح المجرمون. پس کی ستمگارتر از کسی که به خدا دروغ بربندد یا آیات او را تکذیب کند؟ بیگمان مجرمان هرگز رستگار نمی شوند. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ایشان به جز خداوند چیزهای را پرستش می کنند که به ایشان نه ذره می رساند و نه نفعی، و می گویند اینها نزد خداوند شفاعتگران مایند. بگو آیا شما خداوند را از چیزی که در آسمان ها و زمین است و او آن را نمی داند آگاه می سازید؟ پاک است ذات او و برتر است از چیزهایی که شریک او می پندارند. و ما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا ولولا کلمتون
سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. مردم نبودند مگر ملت واحد پس اختلاف ورزیدند و اگر کلمه قبلا از جانب پروردگار تو صادر نمی شد حتما در مسائلی که در آن اختلاف می ورزیدند فیصله می شد. و یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه فقل این میگویند چرا از پروردگارش به سوی او آیه نازل نشد؟ پس بگو واقعا علم غیب نزد خداست، پس انتظار بکشید، من نیز با شما از منتظرانم. و اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. و چون مردم را بعد از سختی که به آنها رسیده رحمتی بچشانیم ناگاه در برابر آیات ما دسیسه میچینند، بگو خداوند در بی اثر ساختن دسیسه سریعتر است. بگمان آنچه را شما دسیسه میچینید فرستادگان ما یعنی فرشتگان می نویسند. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبت و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. اوست که شما را در بر و بحر توان راه پیمایی می دهد تا آنکه در کشتی قرار گیرید و کشتی ایشان را با وسیله باد موافق ببرد و با آن خوشنود شوند، ناگاه به ایشان باد شدید از جانب مخالف بوزد و به ایشان از هر طرف موجهای طوفانی بیاید و بیندیشند که از هر طرف محاصره شده اند. در این حال خدا را با اخلاص می خوانند به گونه ای که دین خیش را خالص از او گرفته اند و می گویند اگر ما را از این حالت نجات دهی بیگمان از شکر گزاران می باشیم. فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق یا إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. اما چون خداوند ایشان را نجات داد بیدرنگ در روی زمین به ناحق ستم می کنند. ای مردم بیگمان ستم شما بر خود شماست، بهره از زندگی دنیا را کمایی می کنید و سپس بازگشت شما به سوی ماست و در آن وقت شما را به آنچه می کردید آگاه می سازیم. اینما مثل الحیات الدنیا کما السماء فاختلط به نبات الأرض مما
ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها صيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. بیگمان مثال زندگانی دنیا مانند آبی است که آن را از آسمان فرود آوردیم، سپس با وسیله آن روی دنیای زمین از هر قسم به هم مخلوط کردیم، از آنچه مردم و چارپایان میخورند تا اینکه زمین زیبایی خود را بدین وسیله فرا گرفت و زینت یافت و مردم آن پنداشتند که بر آن دست یافته اند. ناگهان در شب یا روز فرمان ما به آن میرسد و آن را به فصل درو شده مبدل میسازیم که گویا دیروز وجود نداشته. این چنین ما آیات خیش را برای مردم متفکر به تفصیل بیان میکنیم. والله يدعو الى دار السلام و يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. و خداوند به سرای سلامتی می خواند و هر که را بخواهد براه راست هدایت می کند. للذین احسنوا الحسنى و زیاده ولا یرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. برای کسانی که نیکوکاری ورزیدند مزد نیکیست و زیاده از آن نه سیاهی رویشان را می پوشاند و نه هم ذلتی، هم ایشانند یاران بهشتی، در آنجا جاودانه به سر می برند. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئت بمثلها و ترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اما کسانی را که اعمال بدی کسب کرده اند جزای بدی است مثل آن، زلت روی ایشان را می پوشاند، ایشان را از عذاب خداوند نگه دارنده نیست، گویی چهره ایشان به پاره از سیاهی شب تاریک پوشانده شده است. هم ایشانند اهل دوزخ، ایشان در آنجا همیشه به سر می برند. و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکا فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. روزی که همه ایشان را جمع کنیم، سپس به مشرکان بگوییم شما و شریکان شما به جای خود باشید، پس ایشان را از یکدیگر جدا کنیم. شریکانشان به آنها میگویند شما هرگز ما را پرستش نمی کردید. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. پس خداوند خود در میان ما و شما به حیث گواه کافی است، ما یقینا از این پرستش شما بی خبر بودیم. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
آنجاست که هر کسی به آنچه از پیش فرستاده مبتلا می شود و به سوی خدا مالک حقیقی خیش برگردانیده می شوند و چیزی را که افتراء کرده بودند از ایشان گم می شوند. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملك السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون. بگو کیست که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟ آیا کیست که مالک شنوایی و بینایی شماست؟ آیا کیست که زنده را از مرده بیرون می آرد و مرده را از زنده بیرون می آرد؟ و کیست که کارها را تدبیر می کند؟ پس ایشان به زودی خواهند گفت خداوند است که این کارها را می کند. بگو پس چرا نمی ترسید؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. چنین است خداوند پروردگار بر حق شما، پس آیا بعد از حق جز گمراهی وجود دارد؟ پس چطور از حق برگردانده می شوند؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. این چنین حکم پروردگارت بر کسانی که فسق کردند متحقق گردید با اینکه ایشان هرگز ایمان نمی آورند. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. بگو آیا شریکان شما کسی هست که آفرینش را آغاز نماید و سپس آن را اعاده کند؟ بگو این تنها خداوند است که آفرینش را آغاز و سپس اعاده می کند، پس چگونه از راستی برگردانیده می شوید؟ قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا فما لكم كيف تحكمون. بگو آیا شریکان شما کسی هست که به سوی حق هدایت کنند؟ بگو این خداوند است که به سوی حق هدایت می کند، پس آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند سزاوارتر است که پیروی شود یا کسی که خودش راه نمی یابد مگر اینکه هدایت شود؟ پس شما را چی شده است و چی گونه قضاوت می کنید؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. أكثرشان جز گمان چیزی دیگری را پیروی نمی کنند، واقعا گمان انسان را از حق هرگز بی نیاز ساخته نمی تواند. بیگمان خداوند به آنچه می کنند آگاست. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولكن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین. جای ندارد که این قرآن به غیر خدا نسبت داده شود، ولی تصدیقی است برای آنچه پیش از آن نازل شده است و تفصیل کتاب است، یعنی کتابی که در آن شبهه‌ای نیست، کتابی از جانب پروردگار جهانیان. ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آیا میگویند آن را محمد افتراء کرده است؟
بگو سوره همانند آن را بیاورید و جز خدا هر کی را میتوانید به کمک فرا خوانید اگر صادق هستید. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بلکه چیزی را تکذیب کردند که به آن از نظر دانش احاطه ندارند و هنوز معنای واقعی آن برایشان متحقق نشده است. این چنین کسانی که پیش از آنها بودند نیز دروغ بربستند. پس ببین که آخر کار ستمگاران چگونه بود. و منهم من یؤمن به و منهم من لا یؤمن به و ربک اعلم بالمفسدین. از آنها کسانی اند که به این کتاب ایمان می آورند و کسانی اند که به آن ایمان نمی آورند و پروردگار تو به حال مفسدان آگاه تر است. و این کذبوک فقل لی عملی و لکم عملکم انتم بریئون مما اعمل و انا بریئون مما تعملون. اگر تو را تکذیب کردند و ایشان بگو عمل من برای من است و عمل شما برای شما، از آنچه من می کنم شما بیزارید و از آنچه شما می کنید من بیزارم. و من هم من یستمعون الیک اف انت تسمع الصم ولو کانو لا یعقلون. از ایشان کسانی اند که وانمود می سازند و تو گوش فرا می دهند، آیا تو مردم کر را شنوانده می توانی اگرچه ندانم؟ و من هم من ینظر الیک اف انت تهدی العمی ولو کانو لا یبصرون. و از ایشان کسانی اند که وانمود می سازند و سوی تو می نگرند، آیا تو مردم کور را راه راست نشان داده می توانی اگرچه نبینند؟ این الله لا یظلم الناس شیئا ولیکن الناس انفسهم یظلمون. بیگمان خداوند بر مردم هیچ ستمی نمی کند ولی این مردم هستند که بر خود ستم می کند. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. وَالرُّوزِ كِي إِشَانْ رَا حَاشَرْ كُنَتْ چنین فکر می کنند که گویا جز ساعتی از یک روز در دنیا درنگ نکرده اند. یک دیگر را می شناسد. واقعا کسانی که دیدار خدا را تکذیب کردند زیانکار شدند و ایشان را یاد نبودند. و این ما نرینک بعض الذین نعدهم او نتوفینک فإلینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون. خواه بعضی از چیزهای را که به ایشان وعده کرده ایم در این دنیا به تو نشان بدهیم یا اینکه تو را پیش از آن بمیرانیم، در هر صورت بازگشتشان به سوی ماست، سپس خداوند بر آن چه میکنند گواست. ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. برای هر قومی پیامبری است، چون پیامبرشان آمد میانشان به انصاف فیصله می شود و بر ایشان ستم نمی شود. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. می گویند این وعده چی وقت به سر می رسد اگر شما راست گویید. قل لا املك لنفسی ضرا ولا نفعا الا لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بگو من به خیشتن زیان و فایده رساندن نمی توانم مگر آنچه خدا بخواهد. برای هر امتی میعادی است، چون میعادشان به سر رسید نه آن را ساعتی تأخیر کرده می توانند و نه هم تقدیم. قل ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا ماذا یستعجل منه المجرمون. بگو ببینید اگر عذاب او در شب یا روز به شما بیاید گناهکاران به چی چیز آن شتاب می‌ورزند؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون. آیا باز هنگامی که عذاب آمد به آن ایمان می‌آورید؟ اکنون در حالی که پیشتر به آمدن آن شتاب داشتید. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. سپس به ستمگاران گفته می شود عذاب همیشگی را بچشید، آیا جز به آنچه کسب کرده اید جزا داده می شوید؟ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. از تو می پرسند آیا این روز جزا حق است؟ بگو آری و سوگند به پروردگارم که واقعا آن حق است و شما از آن جلوگیری کردن نمی توانید. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به و اسروا الندامة لما رأوا العذاب و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. اگر هر ستمگاری دارایی روی زمین را در اختیار خود داشته باشد بیگمان آن را فدیه می دهد وقتی که عذاب را می بینند، پشیمانی خود را می پوشند و در میانشان به انصاف حکم می شود و بر ایشان ستم نمی شود. الا ان لله ما فی السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. آگاه باشید بیگمان آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست. آگاه باشید بیگمان وعده خداوند حق است مگر اکثرشان نمی دانند. هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. اوست که زنده می گرداند و می میراند و به سوی اوست بازگشت. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ای مردم بیگمان برای شما جانب پروردگار شما پند آمده است و شفای برای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بگو بفضل خداوند و برحمت او با این چیزها باید شادمان شوند، این از هر آنچه می اندوزند بهتر است. قل ارأيتم ما انزل الله لكم فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. بگو آیا دیدید آنچه را که خداوند برای شما از روزی فرو فرستاده است؟ شما بعضی از آنها را حرام و بعضی را حلال گردانیدید. بگو آیا خداوند به شما اجازه داده است یا بر خدا افترا می کنید؟ و ما ظن
الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. کسانی که بر خدا دروغ میبندند آیا به مجازات روز قیامت چی فکر میکنند؟ بیگمان خداوند به مردم صاحب فضل است ولی اکثرشان ناسپاسند. و ما تكون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كن عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. و به هیچ کاری یا فکری مشغول نمی باشی و هیچ آیه از قرآن را تلاوت نمی کنی و شما هیچ کاری را نمی کنید مگر آن که چون به آن داخل می شوید. بر شما گواه هستیم و از پروردگار تو به اندازه ذره نه از آن کوچکتر و نه هم از آن بزرگتر، نه در زمین و نه هم در آسمان پوشیده است مگر اینکه همه اینها در کتاب روشن ثبت است. الا این أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آگاه باشید بیگمان بر دوستان خدا ترسی نیست و نه هم ایشان اندوهگین میشوند. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آنانی که ایمان آوردند و تقوا داشتند. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. برای ایشان هم در دنیا و هم در آخرت مژدگانی است، در سخنان خدا تغییری نیست، این است همان رستگاری بزرگ. ولا يحزن قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. سخنشان ترا اندوهگین نسازد، حقا که عزت کاملا از آن خداست، اوست شنوا و دانا. الا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. آگاه باشید بیگمان هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است از آن خداست و کسانی که جز خدا چیزهای دیگر را به حیث شریک نیایش می نمایند جز گمان چیزی را پیروی نمی کنند و نیستند ایشان مگر اینکه دروغ می گویند. هو الذی جعل لكم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اوست که برای شما شب را آفرید تا در آن آرام گیرید و روز را روشنی بخش گردانید، حقا که در این پدیده ها نشانه هایی است برای مردمی که می شنوند. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. گفتند خداوند فرزندی گرفته است، پاک است، او هم اوست بی‌نیاز، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست،
شما بر این ادعای خود حجتی ندارید. آیا درباره خدا چیزی میگویید که نمیدانید؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بگو بدون شک آنانی که دروغی را بر خدا برمی‌بندند هرگز رستگار نمی‌شوند. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون. آنها از متاع دنیوی استفاده محدودی می‌کنند، سپس بازگشتشان به سوی ماست و در آن فرصت به ایشان عذاب شدید را می چشانیم به سبب آن که کافر بودند. واتلو علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات الله فعلی الله توکلت فاجمعوا امركم و شركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم قضوا الي ولا تنظرون. بر ایشان داستان نوح را بخوان، چون به قوم خود گفت ای قوم من، اگر بر شما موقف من و این که من به شما آیات خدا را یادآوری می کنم گران تمام می شود، پس من به خدا توکل کردم. شما در زمینه موافقت خود و شریکان خود را فراهم آورید تا امر شما بر شما پوشیده نماند و سپس حکم خود را درباره من صادر کنید، یعنی به زندگی من خاتمه دهید و مرا هیچ مهلت ندهید. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اگر از دعوتم رو برگردانید من از شما مزد نخواستم، نیست مزد من مگر بر خدا و مأمور شدم که از مسلمانان باشم. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. مگر او را تکذیب کردند، ولی ما او و کسانی را که با وی بودند در کشتی نجات دادیم، ایشان را جانشینان روی زمین گردانیدیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم، پس بنگر که عاقبت کار بیم داده شدگان چگونه بوده است. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. سپس بعد از وی بسا پیامبران را برای مردمشان فرستادیم. ایشان به مردم خود نشانه های روشنی آوردند، ولی ایشان به چیزی که آن را از پیش تکذیب کرده بودند ایمان نیاوردند. به این ترتیب بر دلهای تجاوزکاران مهر می نهیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى و هارون الى فرعون و ملئه بآیاتنا فاستكبروا و كانوا قوما مجرمین. سپس موسی و هارون را بعد از ایشان به سوی فرعون و کلان شوندگان قوم او با نشانه های خیش فرستادی، ولی ایشان تکبر ورزیدند و مردم گناهکار بودند. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین. چون به ایشان از جانب ما معجزه بر حق آمد گفتند این واقعا جادویی است آشکار. قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسی
موسی گفت آیا درباره معجزه بر حقی که به شما آمده است چنین میگویید؟ آیا این سحر است؟ در حالی که جادوگران هرگز رستگار نمیشوند. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. گفتند آیا تو برای آن به سوی ما آمده ای تا ما را از آنچه پدران خود را بر آن یافته ایم بگردانی و تا بزرگی در روی زمین از آن شما یعنی تو برادرت گردد؟ مگر ما به شما ایمان آرنده نیستیم. و قال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم. فرعون گفت همه ساحران دانای را به من بیاورید. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. چون ساحران آمدند موسا و ایشان گفت آنچه را از وسایل سحر افکنین دعید بیافکنید. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. پس چون ساحران وسایل سحر خیش را افکندند موسی گفت آنچه را شما آورده اید سحر است و بیگمان خداوند به زودی آن را باطل می گرداند. حقاً که خداوند کار مفسدان را به اصلاح نمی آورد. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. خداوند حق را به کلمات خیش به همان گونه ای که وعده کرده است تحقق می بخشد هرچند برای مجرمان ناخوش آیند باشد. فما آمن لموسى الا ذریت من قومه على خوف فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ولی به موسی ایمان نیاورد مگر فرزندانی از قوم وی آن هم با ترس از فرعون و کلان شوندگانشان تا مبادا ایشان را تعذیب کنند. بدون شک فرعون در زمین سرکش بود و واقعا او از اسرافکاران بود. و قال موسی یا قوم این کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا این کنتم مسلمین. موسی گفت ای قوم من اگر شما واقعا به خدا ایمان دارید پس بر وی توکل کنید اگر تسلیم فرمان او هستید. فقالوا علی الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. در جواب گفتند بر خدا توکل نمودیم پروردگارا ما را وسیله آزمایش مردم ستمگار مگردان و ما را بر رحمت خود از گروه کافران نجات ده. و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم قبلة و اقیموا الصلاة وبشر المؤمنين. و به موسی و برادر او وحی فرستادیم برای قوم خود در مصر خانه های تهیه کنید و خانه های خود را قبله بگردانید نماز را به تمام و کمال ادا کنید و مؤمنان را بشارت دید. و قال موسی ربنا انك آتیت فرعون و ملأه زینة و اموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
موسا گفت پروردگارا تو واکن فرعون و کلان شوندگان قوم او را در زندگی دنیا زینت و ثروت دادی پروردگارا تا مردم را از راه تو گمراه سازند پروردگارا ثروت ایشان را نابود ساز و دلهایشان را سخت گردان که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون خداوند گفت حقا که دعای شما دو برادر قبول شد پس استقامت ورزید و راه مردم نادان را پیروی نکنید و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا حتی اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين بنی اسرائیل را از بحر گذرانیدیم سپس فرعون و لشکریانش به قصد ظلم و تعدی ایشان را تعقیب کردند تا چون غرقاب او را فرا گرفت گفت ایمان آوردم و اینکه جز ذاتی که به او بنی اسرائیل ایمان آورده اند معبودی نیست و من از مسلمانانم الان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین به او گفته شد حالا ایمان می آوری در حالی که پیش از این عصیان کردی و از مفسدان بودی فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه و این کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون امروز تو را به بدنت نجات می دهیم تا برای آیندگان خیش نشانه باشی و بدون شک بسیاری از مردم از نشانه های ما غافلند ولقد بوأنا بنی اسرائیل مبوأ صدق و رزقناهم من الطیبات فما اختلفوا حتی جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بیگمان بنی اسرائیل را به جای شایسته جاگزین ساختیم و برایشان از چیزهای پاکیزه روزی دادیم ولی اختلاف نکردند تا هنگامی که به ایشان علم و دانش آمد حقا که پروردگار تو در میان ایشان در آنچه در مورد آن اختلاف ورزیدند در روز قیامت قضاوت میکند فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اگر تو در مورد آنچه به تو نازل کردیم در شک هستی از کسانی که کتابهای آسمانی را که پیش از تو نازل شدن می خوانن بپرس بیگمان حق به تو از جانب پروردگار تو آمده است لذا از شک آرندگان مباش ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله فتکون من الخاسرین و نه هم از کسانی باش که آیات خدا را تکذیب کردن تا از زمره زیانکاران نشید این الذین حقت علیهم کلمت ربک لا یؤمنون بدون شک کسانی که بر ایشان حکم پروردگار تو تحقق یافته است ایمان نمی آرند ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم هرچند به ایشان تمام آیات هم بیاید تا آنکه عذاب دردناک را ببینند فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما
كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. پس چرا اهل هیچ شهر به موقع مناسب ایمان نیاوردند که ایمانشان به نفعشان تمام شود؟ مگر قوم یونس چون ایمان آوردند، عذاب رسوا کننده را از ایشان در زندگی دنیا دفع کردیم و تا مدت اجلشان ایشان را بهرمند ساختیم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. و اگر پروردگارتون میخواست همه کسانی که در روی زمین اند ایمان می آوردن، آیا تو مردم را مجبور می سازی تا مسلمان شوند؟ و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. هیچ کس نمی تواند جز به اراده خدا ایمان آورد و خداوند شک را بر کسانی مقرر می گرداند که نمی فهمند. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض و ما تغنی الآیات و النذر عن قوم لا یؤمنون. بگو بنگرید چی چیز است در آسمان ها و زمین، اما این نشانه ها و این بیم دهندگان هیچ کدام برای نامسلمانان سودی بار نمی آورد. فهل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم قل فانتظروا انی معكم من المنتظرین. پس آیا به چیزی غیر از مثال روزهای پیشینیان خیش انتظار میکشند؟ بگو انتظار بکشید، من نیز از منتظرانم. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین. سپس ما پیامبران و مؤمنان را نجات می دهیم، این چنین بر ماست که مؤمنان را نجات دهیم. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذی یتوفاکم و امرت ان اکون من المؤمنین و ان اقم وجهك للدین حنیفا ولا تكونن من المشرکین. بگو ای مردم، اگر شما در مورد دین من در شک هستید، من آنانی را که شما به جز خدا می پرستید نمی پرستم، ولیکن من خدای را می پرستم که شما را می میراند و مأمور شده ام که از مؤمنان باشم و به من گفته شده که به سوی دین خالص رو آور و هرگز از مشرکان مباش. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. و به جز خدا چیزی را که نه به تو سودی می رساند و نه هم زیانی مخوان، پس اگر چنین کنی واقعا که از ستمکارانی. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اگر خدا به تو زیانی برساند جز او کسی دفع کننده آن نیست، اگر او در حق تو خیری را اراده کند هیچ کسی بازدارنده فضل او نیست، به هر کسی از بندگان خود که بخواهد از آن فضل میرساند و او آمرزنده و مهربان است. قل يا أيها الناس قد جاءكم
لكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. بگو ای مردم، بگمان به شما حق از جانب پروردگار شما آمد، پس هر کی رهیاب شد حقا که به سود خیشتن رهیاب می شود و هر کی گمراه شد پس حقا که به زیان خیشتن گمراه می شود و من کارساز شما نیستم. و اتبع ما یوحا الیک و اصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. و آنچه را به تو وحی می شود پیروی کن و صبر کن تا خدا حکم خیش را صادر کند و او بهترین فیصله کنندگان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام را. این کتابی است که آیات آن استحکام داده شده، یعنی معانی آن ثابت است و سپس تشریح گردیده است، کتابی که از نزد خداوند با حکمت و آگاه نازل شده است. الا تعبدوا الا الله اننی لكم منه نذیر و بشیر و ان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. میگویند جز خدا چیز دیگری را عبادت نکنید، بدون شک من از جانب او برای شما بیم دهنده و بشارت دهنده ام و اینکه از پروردگار خود آمرزش بخواهید سپس به او رجوع کنید، توبه نمایید تا شما را به وجه شایسته تا موعد معین بهرمند گرداند و به هر صاحب فضل جزای فضیلتش را بدهد و اگر رو برگردانید پس بیگمان بر شما از عذاب روز بزرگ میترسم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. بسوی خدا بازگشت شماست و او بر هر چیز تواناست. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. آگاه باشید، بیشک سینه های خیش را دلا می کنند تا راز خود را از او پنهان نگه دارند. آگاه باشید حتی در وقتی که لباس های خیش را می پوشند خداوند آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می نمایند می داند، حقا که او به کنه دلها آگاه است.